خدا یه مسیر واقعا عالی ما رو هدایت میکنه، روز به روز، هفته به هفته به قلب خودش هدایت میکنه که بیشتر او رو بشناسیم، محبت او رو بشناسیم، و نه فقط به محبت او رو بشناسیم بلکه در محبت او زندگی کنیم. آمین. هفته های عالی گذروندیم و کلام های عالی هم شنیدیم. هفته گذشتم هم اینطور که موضوع چی بود؟ منم محبوب عیسی، آلبرت محبوب عیسی. و مخصوصا که عشایی که هفته گذشتم داشتیم، چقدر خداوند از طریق نبوت، از طریق چیزایی که تازه به ما میبخشه که کلیشه‌ای نباشیم هر دفعه همینطور مثل هفته به هفته، بلکه خداوند خدایی هست که هر دفعه هر روز چیزای تازه به ما میبخشه. و مهم اینه که این گوش رو داشته باشیم، دنبال حباب ندویم بلکه واقعا دنبال خود عیسی مسیح بدویم. در یوحنا اینجا گفته، این الان میگم ربطی به چیز نداره، کلام نداره، اینجا میگه که هرچی در این دنیاست، شهوت و نمیدونم چیزایی که دنیا برای تو آماده کرده نجوین. اونجا غرور یا غرور دنیاست، اونجا محبت خدا نیست، محبت پدر نیست. و منظوری نیست که در این دنیا زندگی نکنیم، فقط قلب ما کجا گذاشتیم، دنبال چه چیزایی هستیم. عیسی مسیح خودش گفته زیرا شخص را چه سود داره که تمام دنیا را ببرد و جان خود را ببازد. چه فایده داره؟ میری تمام دنیا را به دست میاری، فقط میبینی که نفس تو، قلب تو که برای یه چیز مخصوصی خلق شده از دست بدی. آمین. زمانی یک شخص این احساس رو داره که مورد محبت نیست، تمام گنج های این دنیا دیگه فایده ندارن. زمانی یک شخصی این احساس رو داره مورد محبت نیست، تمام چیزایی که دنیا به او بخشیده بشه به درد نمیخوره. زمانی که تو واقعا میدونی در ته قلبت مورد محبت هستی، اینطوری که تو خودت هستی مورد محبت هستی، اون موقع دنبال چیزای دنیایی نمیگردی و قلب تو به این دنیا نمیچسبه. افرادی هم که ما میبینیم که از تجربه ها دیدیم که خیلی هستن که چیزایی به دست آوردن، آخرش هم احساس خوشبختی نمی کنن، احساس ناراضی می کنن، حتی افرادی احساس بدبختی می کنن. من خودم یک کسی بودم که همینطور، همه چی رو داشتم، تحصیلات رو داشتم، پول داشتم، ثروت داشتم، بهترین جا داشتم، فقط قلب من، نفس من خالی بود و دنبال حقیقت، دنبال یک معنی زندگی بودم که به چه دلیلی من زندگی می کنم. من دنبال خدا نبودم بلکه دنبال حقیقت بودم. من چرا به دنیا آمدم، دنبال یعنی حیات چیه، به چه دلیلی من زندگی میکنم. این اصلا باعث شد که من اصلا ایمان بیارم، شروع کردم به جستجو کردن که بگم بتونم حقیقت رو پیدا کنم. چون زمانی که ما یا یک شخصی همه چی رو به دست آورده، آخر میبینه که در قلبش خالی، اون موقع هست که واقعا درست متوجه میشه یه مشکلی تو داری. اگر زمانی که هنوز هیچ چیزایی به دست نآوردی، احساس میکنی نه من باید الان برم کوشش کنم، پول، موفقیت، هزار تا چیزایی انجام بدم که قلب خودم رو پر کنم. برحال من همه چی رو داشتم، آخر نتیجهش خودکشی بود که خدا به فیض خودش آمد منو از این لجن، از این تاریکی آورد و نجات داد. اشتیاق انسان عزیزان در جستجوی عشقه. ما برای عشق خلق شدیم. کسی هست بگه آمین. ما برای عشق خلق شدیم، عشق بی نهایت، بی انتها، عشق بدون قید و شرط. بی نهایت ما میتونیم انجام باید فکر کنیم، میگیم باشه که عشق بی نهایت، یعنی عشقی است که الان میتونه تا آخر طول بکشه. فقط عشقی که بدون قید و شرط، یعنی همینطور که من هستم مورد محبت باشم. امروز صبح تو یک چیز بودم، تو یک شهر دیگه بودم برای خدمت و اونجا یه خانواده دعوت کرده بودم شب اونجا بخوابم و
یه خانواده خیلی بچه های خیلی شیرین دارن، با احسان اونجا بودم و زمانی که صبحانه میخوردیم این بچه که چطور آمد اونجا، چطور بازی میکرد، چطور چیزای چی میگن مثل بچه ها هستن کارهای انجام میدن، لوس میکنن، چیز میکنن، همینطور میرن و نگاه میکردم، واقعا لذت میبادم از این بچه، گفتم که چقدر آزاده. یا بعضی وقت بچه ها هم هستن تو خونه کارهای چی میگن احمقانه کارهای انجام میدن، اینو بابا و پدر مادر نمیگی نه اینطوری نباید بکنی، لذت میبرم. یک روز زیزو ویزو بزرگ بشه که شاید این کار رو دیگه نکنه، فقط لذت میبره. و این پسر واقعا پسر خیلی نازم بود، خیلی خیلی مورد محبت من شده بود، یعنی واقعا دوستش داشتم. من دو تا بعد بچهای دیگه بود و زمانی که مثلا موعظه رو که آماده میکردم، این بچه رو نگاه میکردم لذت میبردم، میگفت مثل که خودم میگه ببین این میشه محبت بدون قید و شرط، خودشه و مورد محبته. پدر میگه که بیا صبحانه بخور، این نمیخورم، بعد از این لقمه رو آماده میکنه بهش میده، برمیداره میخوره. یا و خیلی ساده و در این صداقته که پدر لذت میبره، بچه لذت میبره، واقعا یک آزادی اونجاست. این فقط امروز فقط این تصویر رو داشتم لذت بردم، مثلا که این موعظه‌ای که الان توی قلب من بود، یک هفته از کلنجار میرم با این موعظه، یعنی واقعا می جنگم، میرم بالا میام پایین و شروع میکنم تجربه کنم، شروع میکنم خودم بشم برم تو و اونقدر زیاد چیزایی هستن، نمیدونم از کجا شروع کنم، از کجا تا کجا شما رو ببرم. فقط واقعا گفتم خدا باید کمکم کن، حداقل با حضورت بیا یه کاری انجام بده. تنها چیزی که من میتونم بکنم خودم این زندگی رو بکنم، لذت ببرم. یعنی اشتیاق انسان واقعا برای محبت صحبت میکنه و یه محبتی هم هست که اینطوری نیست که ما انسان میگیم یه بار محبت شدم دیگه احتیاج به محبت ندارم. مثلا یه کسی بیاد بگه من واقعا یک زندگی عالی داشتم، پدر مادرم واقعا صبح تا شب من رو محبت میکردن، اونقدر محبت گرفتم دیگه الان احتیاج به محبت ندارم، وجود نداره. زن و شوهر هم میتونه همدیگر رو محبت بکنن، به هر حال اینطوری هست که دائما ما احتیاج به محبت داریم. هیچ موقع نمیتونم بگم الان نسلی منو محبت کرد، الان بگم فردا بگم هیچ محبت دیگه احتیاج ندارم. ما خلق شدیم برای محبت. آمین. همینطور هم زمانی که در مورد گفتم قید و شرط، اینجاست که مثلا همینطور این بچه کوچیک رو صحبت چیز کردم، بچه نمیگه که الان بابا الان رفتم خونه رو تمیز کردم، درس رو خوندم، الان مورد محبت هستم. اینجا دیگه میشه با قید و شرط. یا یک مرد ثروتمندی که پول داره و عاشق و یک عاشق یک زنی میشه، یک زن عاشقش میشه، آخر میپرسه میگه که تو الان منو دوست داری یا پول منو دوست داری؟ یا منو دوست داری؟ اگه منم فقیر بودم منو دوست داشتی؟ من شخص من رو دوست داری؟ عاشق من هستی؟ عاشق رفتار من، خنده من هستی؟ شخصیت من هستی؟ یا دنبال پول هستی؟ این میشه بدون یا با قید و شرط. و این چیزایی هست که به هر حال ما رو فکر میکنم اینطوری مشغول میکنم. ما دوست داریم به هر حال یک عشقی بی نهایت، بی انتها داشته باشیم و عشقی بی قید و بدون قید و شرط. الان سوال من اینه که هفته گذاشتم اینو اعلام کردین ده؟ بزرگ هم اونجا نوشته بودیم اینجا. خب ما بلا یه جایی رسیدیم، یه چیزایی به دست آوردیم، الان ما یه چیزی هستیم، به این خاطر میگیم اوکی منم آلبرت محبوب خدا. الان چی بود که اصلا تو هیچ چیزی نداشتی؟ هیچ چیزی نبودی، مرد و زن شکست خورده، هیچ چیزی هم به دست نآوردی، نه مدرکی داری یا توی کنکس زندگی میکنی، 4 سال 5 سال هنوز پناهنده هستی، پول نداری برای لباس، اونجا چی؟ زمانی که تو هیچ تحصیلی نداری،
هیچ چیزی به دست نآوردی، مدرکی نداری، پولم نداری، فقیر هست. الان تصور کن، آیا واقعا اونجا میتونی بگی که منم آلبرت محبوب خدا، یا اسم خودتو میذاری؟ خیلی آسونه. الان ما اینجا نشستیم، فیض عیسی مسیح رو چشیدیم و الان به هر حال پاس داریم، پاس نداریم، به هر حال یه چیزایی به دست آوردیم، برام گرسنگی نمی کشیم، تقریبا همه چی خوب انجام میشه. الان خیلی راحت تره، هر چقدر من هنوز باور نمی کنم که اینطوری اعلام میکنیم دیگه، پونکت، آز شلوس، آز همینطور که نصیب میده، من محبوب خدا هستم، هر کسی صحبت کنه، من محبوب خدا تا آخر، تا انتها من محبوب خدا هستم. همینطور هفته گذشته اینکه نسیم موعظه کرد، گفتم که اوکی، الان اتفاقاتی بیفته و شکستایی بیان، چیزایی از دست بدی، اتفاقات بعدم میفته، آیا واقعا اون موقع این اعلام رو میکنیم یا نه؟ اگه تو خیابون میریم اونجا، یک مرد آلمانی میگن پنر، یعنی چی میگن فارسی؟ افرادی که تو خیابون زندگی میکنن، میدونید دیگه چیه؟ افرادی که زندگی میکنن الان اینطوری به دنیا نه؟ چی؟ بی خانمان، معتاد، یا اونجا تو خیابون زندگی میکنن، هیچ چیزی ندارن، هیچ چیزی به دست نوردن، واقعا خورد، له، در شکست شدن. الان فکر کن تو این هستی، آیا واقعا اون موقع میگفتی منم آلبرت محبوب خدا، یا اسم خودتو میتونی بذاری؟ آیا واقعا این افراد رو توی خیابونا نگاه میکنین؟ چون زمانی که ما میگیم که من محبوب خدا هستم، این فقط بر ربطی به من نداره، ربطی به دیگران هم داره، اونها هم محبوب خدا هستن، مورد محبت خدا هستن. سو این افراد توی خیابون نگاه میکنی، آیا واقعا میتونی بگی خدا چقدر این شخصی که اونجا افتاده، معتاد افتاده، چقدر دوستش داری؟ آیا این شده؟ فکر نمی کنم، چون ما فقط نگاه میکنیم بدبخت و بیچاره، دلم میسوزه برش. فقط نرمال اگر واقعا با این خدا آشنا بشیم، واقعا میتونیم بگیم چقدر خدا عاشق توست. بعضی وقت هم هست که ما زمانی که ما بشارت میدیم، بشارت میدیم و میریم اونجا، میگیم که خدا تو رو دوست داره، نه؟ اولین چیزی که ما میگیم میگه خدا دوست داره، میدونی میگه خدا تو رو دوست داره. و خودم اینطوری از خودم تعریف میکنم، اون موقع هم 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ایماندار بودم، همینطوری میگفتم، فقط خودم باور نمیکردم خدا منو دوست داره، فقط برای مثل یک چیزی که یاد گرفتم، الان خدا تو رو دوست داره، عاشقانه دوست داره. بعد از 5 دقیقه شک داشتم، الان چه خدا، شروع میکردم به چیز کردن، شکایت کردن، چرا زندگی من اینه، چرا اونه، کجا هستی، چه خدایی هستی؟ تجربه کردین؟ پس زمانی که به یه جایی برسیم واقعا بدونیم چقدر خدا منو به خاطر خودم دوست داره، زمانی هم که لوسم میکنم، زمانی که تنها تو خونه، چقدر آیا شده که تو خونه خودتون هیچ کسی تو رو نمیبینه، کارهای احمقانه کردین؟ دائما میکنی، منم هم اینطور تو آینه بعضی من نگاه میکنم و میگم که آه کلیسا الان منو ببینه چی میگه؟ پاستوره؟ ای مرد، هوشیار باش، درست زندگی کن. یادتون از 2 هفته پیش گفتم پدر و پسر؟ این کارو نکن، نکن. نه، بعضی وقت هست که زمانی که در خفا کارهای احمقانه میکنیم، یا چیزایی میکنیم که واقعا خجالت میکشیم در کلیسا انجام بدیم. این تو هستی، خجالت نکش، این تو هستی، هیچ چیزی هم نمیتونی عوض کنی. اوکی، بعد از یه مدت یه چیزای تغییرهای انجام میشه در زندگی تو، فقط زمانی در خفا خدا تو رو میبینه، لوس بازی میکنی، یعنی چطور میکنه، خدا لذت میبره، میگه که اینه، این تو هستی، پوریا این تو هستی. دیگران ببینن که چی رو میکنن، چیز کردن، شاید بخندم، میگه این کی، این کی دیگه، این دیگه کیه؟ فقط خدا میگه که اینه، این پوریاست،
و الان باید اینطوری نگاه کنیم، پوریان هم باید بگه که این منم و اینطوری که من هستم مورد محبت عیسی هستم، عاشقانه خدا منو دوست داره. با نسرین خیلی کارهای احمقانه میکنیم هر دوتامون. یه دونه رو داریم با قهوه. نمیگم چی. نمیگم چی، فقط کارهای خواهران میدونم. همینطور که دو هفته پیش گفتم که واقعا خدا اونقدر ما رو دوست داره، دوست داره ما با خودمون خوب رفتار کنیم. یادتون از دو هفته پیش به موعظه کردم؟ یا چون خدا با من خوب رفتار میکنه، مهربانه و همینطورم خدا با من با رحم رفتار میکنه، منم باید با خودم رحم کنم. همینطورم با زمانی که با الان زن و شوهر اینجا هستیم، همینطورم بتونیم با هم لذت ببریم و همینطورم خودمون باشیم. چقدر آزادیه، چقدر زیباست که تو خونه خودت هستی و همینطورم شوهرم داری، زنم داری و بچه هم داری، خودت هستی. احتیاج نیست یه چیزی بازی کنی. من الان یه چیزی بازی کنم که نسرین منو بیشتر دوست داشته باشه، چی میکنم؟ فلحقی ریاکاری میکنم، یه چیزی انجام میدم که یه چیزی رو از او بگیرم. ما هنوز اگه یاد گرفته باشیم که خدا محبته و محبتش داوطلبانه هست و محبتش در محبت صداقته و در این محبت فقط بخششه. خدا خواهم اینم درس رو یاد بگیریم، از خدا هیچ چیز، هیچ محبتی نمیتونی بخری. خریدن منظور من اینه که نمیتونی یه کاری انجام بدی که او تو رو بیشتر محبت کنه. این سیستم فکر ما باید عوض بشه. این محبت خدا اونقدر عظیمه، تو نمیتونی یه چیزی اضافه کنی که بیشتر محبتت کنه، چون اون موقع مثل این که تو خودت رو از خدا برتر میکنی. خود در یوحنا باب 17:23 اینجا میگه که من، این دعای عیسی مسیح بود که پدر میکرد، من در ایشان و تو در من تا در یک کامل گردند در مورد ما و تا جهان بداند که تو من رو فرستادی و ایشان رو محبت نمودی چنان که من رو محبت نمودی. یا اینطوری با ترجمه تفسیری، و ایشان رو همان گونه دوست داشتی که من رو دوست داشتی. گوش کردی؟ پدر جان دعا میکنم که همینطور که من با تو یک هستم، ایشان در ما یک باشند، در خودشون یک باشند و ایشان رو یعنی ما رو همین گونه دوست داشتی که من رو دوست داشتی. یعنی اون پدری که با این عشق 1000% عیسی رو دوست داشت، 100% ما رو دوست داره. درسته؟ یا نفهمیدی؟ 1000% عیسی رو دوست داره، 100% ما رو دوست داره. گوش کنین. هاشا. یعنی با این اگر بخوایم اندازه محبت رو بذاریم، میگه که اندازه محبت 1000%. اوکی؟ با 1000% خدای پدر عیسی رو دوست داره. اوکی؟ و الان با 100% ما رو دوست داره. هاللویا. مرسی خداوند. با 1000% هم منو دوست داره، نه 1001 دیگه نیست، وجود نداره. الان کارهای الان انجام بدم، خدمتهای انجام بدم، نمیدونم 1000 تا کارهای انجام بدم که بگم که منو بیشتر دوست داشته باش. میگه که ببین، من محبتم
من محبت نمی کنم الان بگم که الان من میخوام محبتت کنم، چون من محبت هستم این محبت جاری میشه. تو حق جانم اینم بعضی وقتا میگم در مورد شکر، در مورد قند، یا قند شیرینه، تو نمیتونی شیرینی قند رو از قند جدا کنی. آمین. زمانی که لیوان آب داری یه قند رو میذاری تو، این آب چی میشه؟ شیرین میشه. تو شیرین نمیذاری تو، قند رو میذاری تو، این آب شیرین میشه. زمانی که تو این هستی و خدا میاد قند رو میذاره، یعنی خدا میخواد محبت رو میذاره تو تو، یعنی خودش قرار میگیره در تو، دیگه این زندگی تو شیرین میشه یا محبت میشه، پر از محبت میشه. به این خاطر زمانی که ما در مورد محبت صحبت میکنیم، خدا منو دوست داره، خدا منو دوست داره، همون مشکل ما، مشکل انسانیه که ما اول باور میکنیم، هیجان زده میشیم، یک هفته هیجان زده میشیم، دو هفته هیجان زده میشیم، بعد از یه مدت یواش یواش کنار میگه که آیا واقعا منو دوست داره؟ من این تجربه رو کردم. زمانی که اعلام میکنم، باور میکنم، خدا میگه باشه، یک دو هفته با تو میشم، میخوام برم مسافرت. بعد از این میاد از یه شکست به یه شکست به یه شکست به یه شکست به یه خرابکاری به یک دروغ به یه چیز آخر میگه سو الان چی آلبرت؟ الان باور میکنی دوستت دارم؟ چون موقع باید با خودم بجنگم، باید بگم که واقعا دوستم داری؟ آخر اینطوری آخر شروع میکنم یک مبارزه در من انجام بشه که باور کنم. آخر تو نمیتونی آدمی مثل من محبت کنی. میگه که به این خاطر تو هنوزم باور نمی کنی، به خاطر خودت تو رو دوست دارم، نه به خاطر کارهایت، نه به خاطر اینکه موعظه عالی می کنی یا موعظه نمیدونم تعلیق یا پرستش می کنی یا اینو می کنی یا اونو می کنی، نه، از در همه قسمت ها شکست بخوری، آخر خورد و له و شکست بشی، آخرم به تو میام میگم که عاشقانه دوستت دارم به خاطر خودت. و بعضی وقت خدا اجازه میده ما از ورشکست به ورشکست قرار بگیریم که آخر دیگه هیچ چیزی نباشه، بیافتیم. بعد از این خدا باید بیاد بگه که دوستت دارم. بعد از این هست که میگه که چیزی در من آخر نیست، میگه که همینه، همون چیزی که الان هست، خورد شده، له شده، اینو دوست دارم. ما سعی میکنیم به هر حال چیزو برداشتیم، اعلام کردیم و الان فکر میکنیم الان میتونیم بریم خدا رو شکر برای محبتش چیز میکنه. فقط نه عزیزان، خدا باید یه مسیر ما رو بیاره که واقعا آخر بگیم هیچ چیزی هم نداشته باشم، به هیچ چیزی هم نرسیده باشم، شبانم بیا تمام خدمت های منو برداره، از کلیسا هم بندازه دور بیرون، برم توی دنیا منو ول کنه، آخر یه جایی قرار بگیرم، میگم چقدر منو دوست داری خداوند. این میشه باور محبت پدر، به خاطر من تو منو دوست داری. بیانیه خدا در مورد ماهیت خودش اینه که خدا محبت هست. پونکت آس. نصری میگه چی؟ شلوس آس. خدا فشار نمیاره. خدا سعی نمی کنه. خدا محبت میکنه. درخش خورشید رو که نگاه میکنی، خورشید چی میکنه؟ هر روز صبح بیدار میشه، یه کارهای انجام، نه، طلوع آفتاب میاد شروع میکنه به درخشیدن. همون محبت خداست، فقط این ابدیه و محبت خداست که بود، هست و خواهد بود، چون خدا محبته، خارج از فضا و زمان است. ما الان در یه فضای زمان قرار گرفتیم، او چیز خارج از اینه، خود محبته و این محبت دائما در حال چیز که میگن جاری کردنه. یک رازی به شما بگم، زمانی که ما شروع میکنیم تقریبا مثل یک
اینطوری تصور کنه مثل یک خورشیدی هست، این خورشید میاد الان میخوای میخوای سیاه بشی، یا زمانی که مثلا ما رفتیم، یا در حضور خداوند در حضور این خورشید میای دیگه، هر چی خداوند شد میای اینجا چه میکنی؟ روغم میمالی و کاری نمی کنی. بعد از این مدت میگه سیاه شدی. زمانی که میگه الان من میخوام سیاه بشم، شروع میکنی با چیزهای انجام میدی، تقریبا روحانی میگم، تقریبا مثل این که یه چیزی برمیداری، یک نه ریگنشیم چی میشه؟ چتر. چتری برمیداری جلوی این درخشش چیز رو میگیری، آفتاب رو میگیری. زمانی که شروع میکنی با چیز کارهای انجام بدیم که محبت رو به دست آوردیم، تقریبا مثل اینکه یک چتری برداشتیم جلوی خدا گذاشتیم. انعکاس این محبت رو، این درخشش یا این موج محبت رو جلوش میگیریم. چون خدا محبته، هر چیزی که ما دریافت میکنیم فقط به وسیله ایمان و همینطور هم بدون اینکه یک کاری انجام بدیم. روز هفتم خدا همه کارهایی که کرد تکمیل کرد و استراحت کرد. زمانی که ما میخوایم محبت رو با دریافت کنیم، فقط و فقط به وسیله ایمان و دریافت کردن، تسلیم شدن، هیچ کاری هستم خداوند. فکر کنم هفته گذاشتم تو هم در این قسمت هم صحبت کردی. خدا ما رو چی میکنه؟ اونقدر برای خدا اونقدر مشغول هستیم و پرونده هایی درست میکنیم، یا آخر متوجه میشیم هنوز عریان هستیم، هنوز هیچ چیزی نداریم. به این خاطر خدا میگه در کلام، در یوشا میگه که وقت تو رو میبرم تو بیابون، دیگه همه چی رو از دست میدی، لخت میشی، اونجا میافتی، دیگه هیچ چیزی نیست، هیچ صدایی نیست. بعد از این میگه اون موقع با تو صحبت خواهم کرد و اون موقع تو به من خواهی گفت تو داماد من هستی، و اون موقع تمام بت‌های خودت رو میندازی و میای با من میچسبی. یا خدا ما رو بعضی وقت باید به ورشکستگی برسونه که محبت او رو دریافت کنیم. دیگه اون موقع هیچ چیزی نداری، هیچ پرونده‌ای نداری که آخر خداوند میگه که آفرین، الان به تو محبت رو میدم. نه، هر کاری بخوای بکنی که محبت خدا رو بیشتر بکنی، همه چی رو، یعنی این قطع رابطه میکنی با خدا. و هر چقدر باور کنی در شکستا، در دردا، و حتی در زمانی که میفتی گناه، توی گناه میفتی و احساس میکنی دیگه اصلا دیگه مورد محبت خدا نیستی، نه، خدای ما عظیمتر از همه چی هست. اون فیض او بی نهایت عظیمه. حتی در لجنهای این دنیا بیفتی، خدا میتونه تو رو از اون لجنها بیرون بیاره. چون فیض عیسی مسیح خیلی بیشتر از این که ما تصور میکنیم. ما فکر میکنیم فقط فیضش اینه که یه چیزایی به دست بیاره. نه، فیضش نگاه میکنه به صلیب او که در اوج تاریکی رفت که ما رو اونجا بیرون بیاره. آمین. خدا یک کارفرمانی نیست و خدا هم یک و خدا هم کارکنن هم نداره، بلکه فرزندان داره. و تو نمیتونی هیچ چیزی از خداوند کسب کنی یا یک کاری انجام بدی که یه دستمزدی از او بگیری. هر چیزی که از خداست، خدای پدر عزیزان، اینو خواهش میکنم یاد بگیری، هدیه است. خدا فقط هدیه میده. خوبه نه؟ هیچ چیزی نمیتونی از خدا بخری. خدا هدیه میده و هدیه به کسی میده که دستش خالیه، باور میکنه، منتظره. این روش رو باید یاد بگیریم و اون موقع خواهید دید که چقدر به این آرامش میرسی، چقدر از زندگی لذت میبری. شاید هم واقعا هیچ چیزی نداره عزیز، واقعا شاید واقعا توی یک کنکسی هستی با 10 تا نمیدونم افرادی هستن که مواد میکشن و نمیدونم چیز میکنن. تو میتونی اونجا قرار بگیری و واقعا در آرامش خدا باشی.
من نمیتونم باور کنم اینطوری که بتونیم بگیم همه چی باید دوره بر من، همه چی باید درست باشه که من آرامش باشم. خود عیسی مسیح بهترین نمونه ای هست. یا دوره برش فقط شریر و حمله ها همه چیز بوده در آرامش. پس او یک نمونه ای هست، یه الگویی هست که منم میتونم باشم، چون روحی که در بر عیسی موز در منم هست. به این خاطر اینطوری هم من میتونم زندگی کنم. یعنی زمانی که میگم که عیسی مسیح این کارو میکنه، پس و انسان بود این کارو کرد، نه خدا نبود، انسان این کارو کرد، درسته؟ پسر انسان این کارو کرد، پسر خدا توش بود، فقط پسر انسان این کار. اگه پسر انسان یه کاری میکنه، پس منم میتونم بکنم. اگه عیسی مسیح این کارو نمیتونست انجام بده، من نمیتونم بکنم. پس عیسی مسیح همون الگویی هست. اگه عیسی مسیح میتونست همه چی رو محبت کنه، روی صلیبم بره دهنشو ببنده و از حق خودش بگذاره، پس منم میتونم. آمین. و تو هم میتونی، نه فقط من. به این خاطر در این قسمت باید این عشق مسیر، عشق خدا رو با عشق خدا آشنا بشیم، که هرچقدر ما میگیم خدا محبته، یا ما میگیم خدا محبت هست و محبت خدا نیست، یا خدا محبت هست و محبت خدا نیست. چون محبتی که ما تصور میکنیم اصلا ربطی به خدا نداره، ماهیتش فرق میکنه. در برای محبت، محبت انسان خیلی خرابکاری میکنه، آدم کش میشه، نه؟ کارهای خلافی انجام میده به خاطر محبت. افرادی هستن که برحال کارایی کردن، آدم رو کشتن به خاطر اینکه محبت، یعنی محبت یعنی عاشق یک کسی شده بودن و یک کسی آمد اونجا بودن خیانت کرد، به خاطر خیانت چیز گفته که زوالا من میره. خب این چه محبتیه؟ فقط ما باید این رو یاد بگیریم، خدا محبت هست، فقط این محبتی که من تصور دارم این خدا نیست. یا اینو باید بدونیم. و تعریف عشق یا محبت اینه که در اول یوحنا باب 4 آیه 10 نوشته، و محبت در همین است، نه آنکه ما خدا رو محبت نمودیم، بلکه اینکه او ما رو محبت نمود و پسر خود را فرستاد تا کفاره گناه های ما شود. از این امر محبت رو دانستیم که او جان خود را در راه ما نهاد. اول یوحنا، رساله اول یوحنا باب 3 آیه 16. اینجا میبینید تعریف محبته. و این محبت خالصانه است که خودش رو داد. و محبت خدا هم عزیزان ما گفتیم بی انتهاست. محبت خدا شروع شده زمانی که تو اصلا نبودی. گوش کردی؟ محبت خدا بود هنوز تو نبودی. پیش از بنیاد عالم خداوند ما رو برگزید تا در محبت مقدس و بی عیب باشیم. به این خاطر ما نمیتونیم بگیم که الان من آمدم الان خدا شروع میکنه محبت کردن. نه، خدا قبل از این بود. یک بایزی هم گفت خیلی خوب بود، گفته که بعضی وقت هست که پدر با پسرش یا مادر با پسرش یا دخترش اینطوری میگن که من تو رو دوست دارم، من تو رو بیشتر دوست دارم، نه من تو رو تا سخت دوست دارم، نه من تو رو به آسمون دوست دارم، نه من تو رو به چی میگن خورشید دوست دارم. بعد از این پدر یا مادر میگه که ببین، تو هنوز نبودی من تو رو دوست داشتم، هنوز در آغوش بودی، هنوز در رحم مادر بودی، من تو رو دوست داشتم. یعنی خدا میگه تو هنوز نبودی، تو هنوز گناهکار بودی، تو دشمن خدا بودی. در رومیان. اما خدا محبت خود رو نسبت به ما این گونه ثابت کرد که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم
به واسطه مرگ پسرش با خدا آشتی داده شده ایم، چقدر بیشتر اکنون که در آشتی هستیم به وسیله حیات او نجات خواهیم یافت. یعنی زمانی که تو دشمن خدا بودی، تو قبل از این خدا تو رو دوست داشت. خدا اول تو رو دوست داره. همینطوری عیسی کلام خدا میگه که ما دوست داریم چون محبت میکنیم، چون او اول ما رو محبت نمود. یادتون هست؟ یا؟ ما دوست داریم، ما یواش یواش یاد گرفتیم همدیگر رو دوست داشته باشیم. درسته؟ در حقیقت دوست داشته باشیم. چرا؟ چون اول او منو دوست داشت. اول این محبت رو گرفتم. اول سالم شدم. اول باور کردم. اول به هویت اصلی خودم رسیدم. بعد از این که امکانی شده که یواش یواش ما رو محبت کنم. پس محبت خدا اول بود. تو هنوز نبودی. تا هنوز نجات پیدا نکردی، تا هنوز اوج گناه بودی، خدا نگاه میکرد که دوستت دارم. فقط چون ما هنوز نمیدونستیم، اطلاعی نداشتیم از عیسی مسیح، به این خاطر زمانی که میاییم و با فیض عیسی مسیح نجات پیدا میکنیم، اون موقع هست که این محبت در ما شروع میشه. در غزل اولین چیز چی میگه؟ میگه تو با بوسای خودت منو بوسید. اولین چیزی که نوشته، درسته آیه؟ با بوسای خودت منو بوسیدی. محبت تو از شراب لذیذتره. خدا اول تو رو بوسید عزیزان. الان خدا که اول تو رو میبوسه، با این که تو دشمن خدا هستی، الان که با عیسی مسیح آشنا میشه، الان خدا میگه که تو الان باید کار کنی برای من که دوستت داشته باشم. ها؟ بگین دیگه. این طرف نمیگه، نه هیچی نگفتن. دوباره میگم، زمانی که دشمن خدا بودی و عیسی مسیح خودش چی میگه؟ که نه شما منو انتخاب کردیم، بلکه من شما رو انتخاب کردم. درسته یا نه؟ اعلام نمی کنین؟ خدا گفته نه من تو رو چیز انتخاب کردم، بلکه تو منو انتخاب کردی. اینو میگیم. خب عیسی مسیح میگه که زمانی که تو اونجا دشمن من بودی، در اوج گناه بودی، تو لجنهای دنیا بودی، شریر بودی، کارهای شریرانه انجام میدادی، خلقت منو خراب میکردی، دشمن من بودی، یا و تمام فرزندهایی که در این دنیا بودن نابود میکردی، گول میزدی، من اون موقع تو رو دوست داشتم و من تو رو انتخاب کردم. الان از اینجا که آمدی اینجا بالا، تو رو تمیز کردم، لباس تازه پوشوندم، انگشترم گذاشتم، کفشای تازه گذاشتم، یه جشنی هم برای تو کردم، الان چی؟ الان باید برای من کار کنی که محبتم زیادتر بشه. اون زمانی که خراب خراب بودی، تو رو دوست داشتم. چقدر زیاد الان من تو رو اینجا که علی میتونی دریافت کنی محبت منو. پس چرا شک میکنی پسرم و دخترم؟ و بهترین چیز برای من همون آیه هست که پولس نوشته. پولس مرد چی بود؟ آدم کش. الان اگر قرن 21 بودیم، خودش کدوم گروه؟ تو کدوم گروه بود؟ ایزیس، طالبان یا همینطور چیز؟ داعش. پولس تو مرد داعش بود، مسیحا رو میکشت. نه؟ و حتی توی رساله میگه، نوشته که رساله تیموتئوس 1:16 میگه که از همین رو بر من رحم شد. به این رحم، این محبت خدا. یه دونی زمانی که میگیم که خدا محبته، صفتای محبت همون رحمت، عدالت، صبر، تمام چیزایی که هست از محبت جاری میشه. یا و اینجا میگه از همین رو بر من رحم شد تا مسیح عیسی صبری بی پایان خود را نسبت به من که بزرگترین گناهکار بودم نشان دهد. و اینجا میگه که زمانی که میگه که
بزرگترین گناهکار به زبان یونانی بزرگترین گناهکار میشه اخون. اخون میشه که رئیس تمام گناهکاران. گوش کردین؟ رئیس تمام گناهکاران یعنی بزرگترین گناهکار. این می نویسه که قبل از اینکه الان شهید بشه و میگه که این مرد آدمکش، این که شخصی که تو داعش بود، کلیسای خدا رو تو جفا انداخت، همه رو کشت، میگه که الان میخوام بهش به شما نشون بدم، منو که نگاه میکنی ببینی که چقدر خدا منو دوست داشت، چقدر رحم کرده، چقدر صبر کرده، که الان که منو میبینی، پولس رو میبینین، این پولس رو نبینی که کلیسا رو بنا کرده، اون پولس رو میبینی ببینی که کلیسا رو توی جفا انداخته و فرزندان خدا رو کشته. نگاه میکنین، من لیاقت جهنم رو دارم، فقط خدا تمام رحمت و محبت و فیض و صبرش رو من ریخت. الان میخوام نشون بدم عزیزان، ناامید نشین، این کاری که خداوند با من کرده چقدر زیادتر با شما خواهد کرد. چیزی که ما باید یاد بگیریم، زمانی که میگم ما یعنی منم توش هم هستم، چون من توش سعی میکنم زندگی کنم، یعنی هنوز منم در جاهایی قرار میگیرم که واقعا باید این ایمان رو اعلام کنم. فکر نکنید که الان ما اینجا شبانه هستیم، اینجا از جلال به جلال پرواز میکنیم، نه، خدا همینطور با من رفتار میکنه، با شما هم رفتار میکنه، با ما حتی یکم سخت‌تر، چون اولین قدم رو ما باید برداریم. فقط این درس رو که باید یاد بگیریم، زمانی که تو سعی می‌کنی در زندگی خودت یه کاری انجام بدی، اینو تو مغزت بنویس، مهر کن، هر کاری می‌خوای انجام بدی که محبت خدا رو به خاطر کار خودت به دست بیاری، خودت رو از محبت خدا جدا میکنی. هر موقع تسلیم میشی میگی نه من خداوند. منظوری نیست که هیچ کاری بکنیم، فقط زمانی که کار میکنیم یا شروع میکنیم به خدمت کردن، اول از این ریشه ای که عاشقانه خدا منو محبت میکنه، نه به خاطر اینکه الان من باید برم موعظه کنم، برم این کارو بکنم. زمانی که عیسی مسیح خدمتش رو شروع کرد، هنوز اینم توی موعظه ها خیلی زیاد نستیم و بقیه هم اینطور گفتن، زمانی که عیسی مسیح 30 سالش بود، رفت اونجا توی اردن، اونجا تعمید گرفت، هنوز هیچ کاری نکرده بود، هیچ چیزی نکرده بود عزیزان، نه مرده رو زنده کرده، نه شفا داده. زمانی که از این آب آمد بیرون، خدا گفت این پسر محبوب منه که من از او خوشنود هستم. و عیسی مسیح نگفته هاللویا مرسی خداوند الان برم اونجا برم زندگی خودم رو انجام بدم، نه، این باعث شد که زمانی که من میدونم محبوب خدا هستم، اون موقع خدمت اصلی ما شروع میشه، اون موقع از حق خودمون راحت میتونیم بگذاریم. چرا حق خودمون میخوایم نگه داریم؟ چرا دائما میجنگیم؟ چون هنوز در این محبت چیز نکردیم. در این روز هفتم زندگی هی میایم، ششم، هفتم، ششم، هفتم، بعضی وقتا میریم پنجم. پس زمانی که اینو یاد بگیریم که به عیسی مسیح، به اون بهترین الگو هست، نگاه کنیم خدمت او از اون موقع شروع کرد، زمانی که این صدا رو شنید و باور کرد و رفت، اولین کاری که کرد رفت به بیابون 40 روز. هی خدا تو منو دوست داری، چرا آوردی منو بیابون؟ نه دیگه، محبت تو رو هدایت میکنه، محبت تو رو می نشونه. عجله نکن، همه چی در دست منه، صبر کن، زمانش آید صحبت میکنم و میفرسم. در اون موقع، تا اون موقع لذت ببر عزیزا.
فقط تو آماده هستی که زمانی که صحبت میکنه حرکت کنی. این یه زندگی هست که اول اگه یادتون باشه دو هفته پیش در مورد چی صحبت کردم؟ در مورد مجذوبیت خدا، نه یعنی مجذوب خدا باید باشیم. درسته یادت نیست؟ یا فراموش کردی؟ زمانی که در از این ریشه محبت که من مورد محبت هستم، اینطوری که من هستم، یا از اینجاست که این مجذوبیت به وجود میاد که شروع میکنی از خداوند لذت ببری، چون میدونی تو رو همینطور که هسته دوستش داره، دوستت داره، و از اونجاست شادی میاد. و اونجاست که زمانی که تو سختی ها قرار میگیریم، درد ها هم قرار میگیریم، شکی نمی کنیم. و خدا میخواد ما رو، من و نسرین و تک تک شما رو به این مسیر هدایت کنه، کلیسای آلفا اومگا در این مسیر هدایت کنه. کلیسای موفقیه، کلیسایی هست که واقعا همه باور کردن به محبت خدا، در محبت خدا میمونن و از محبت خدا شروع میکنن به خدمت کردن. به یک روزی خواهد آمد که واقعا اینجا خدا میخواد یک کارهایی انجام بده، نه فقط یک شنبه به یک شنبه، واقعا بتونیم محبت خدا رو بتونیم برسونیم به دیگران. امروز هم توی کلیسای آلمانی زبان بودم که اونجا همینطور در قسمت‌های از موعظه همینطور با چه عشقی خدا ما رو دوست داره صحبت کردم، و چقدر کلیسای آلمانی زبان که واقعا خودشون هم به هر حال یه داستانی یه تاریخی دارن، فقط دیدم که افرادی که چطور آمدن، چطور گفتن که واقعا احتیاج داشتیم اینو بشنویم، چون واقعا اینجا ما توتیواری ما چیزهای اعلام میکنیم. پس زمانی که باور کنیم، این آخرین آیه رو میخونم در اول یوحنا باب 3 آیه 19-21: و از این خواهیم دانست که از حق هستیم و دلهای خود را در حضور او مطمئن خواهیم ساخت. ما در حق هستیم و دلهای خود را در حضور وی یا او مطمئن خواهیم ساخت. یعنی در هر چه که دل ما رو مذمت بکند، زیرا خدا از دل ما بزرگتر است و هر چیزی را میداند. ای حبیبان، هرگاه دل ما را مذمت نکند، در حضور خدا اعتماد داریم. دوباره بخونم؟ اشتباه خوندم؟ درست خوندم؟ خوب خوندم؟ یا کلاله برای زبان من امروز دعا کرده. از این خواهیم دانست، خیلی مهم عزیزان، چون ما دائما خودمون رو محکوم میکنیم. یادتون هست؟ دائما این پدر پسر رو هر دفعه میزنه، محکوم میکنه، اینی تو اینی ساختی نمیشه، اینی میشه. پنجا میگه که از این خواهیم دانست که از حق هستیم و دلهای خود را در حضور او مطمئن خواهیم ساخت. مطمئن یعنی واقعا میتونی روی اون میتونی واقعا حساب کنی. یعنی در هرچه دل ما رو مذمت میکند، زیرا خدا از دل ما بزرگتر است و هر چیز را میداند. ای حبیبان، ای کلیسای آلفا اومگا، ای برادر خواهرای عزیز، هرگاه دل تو را مذمت نکند، در حضور خدا اعتماد دارین. من فکر میکنم این چیزایی که امروز شنیدیم نمیدونم چقدر در چه قسمت ها خدا با تو صحبت کرده. بعضی هستن که یه قسمتش رو برمیدارن، بعضی وقت یه جایی دیگه قرار میگیرن. فقط کلن میخوام از این موعظه حداقل یه چیزی که فهمیده باشین، خدا خدای بخشنده هست. چیزی نمیفروشه. تو محبت رو نمیتونی با کارهای خودت دریافت بکنی، بلکه با ایمان میتونی منتظر باشی
هیچ کاری هم نباشی، هیچ کاری هم نکنی، هیچ پرونده هم نداشته باشی، باور کنی که تو مورد محبت هستی و تنها این محبت ابدیه، خاموش نمیشه و بدون قید و شرطه. اگه اینو فهمیده باشین، کار بزرگی کرده خداوند. آمین. با هم دعا کنیم. خداوند، پدر آسمانی، واقعا میخوایم الان هر یا هر کاری که ما سعی میکنیم انجام بدیم که ما رو زیادتر دوست داشته باشی، یا این فکرهایی که در ماست خداوند که چقدر ما خودمون رو محکوم میکنیم، قبول نمیکنیم، پدر جان تو ما رو میگی که من عاشقان دوست دارم، ما خود به خودمون میگیم نه چطور، خودم رو بزرگتر میکنیم، میگی من بهتر میدونم. واقعا روح القدس ها احتیاج به کمک تو داریم. خداوند تو بیا با قلب های ما صحبت کن. خداوند تک تک ما که اینجا هستیم مسیرهایی هدایت کن. تو میدونی همه ما منحصر به فردیم. کسانی اینجا هستن که خودشون قبول ندارن، کسانی هستن که سعی میکنن محبت رو بخرن، کسانی هستن که خداوند اینجا ناامید شدن، کسانی هستن در یک راهی قرار دادی خداوند که واقعا تو رو تجربه کنن، تو بیابونا هستن. فقط هدایت کن، کمک کن روح القدس که واقعا تک تک ما اینجا هستیم خداوند واقعا به اون جایی برسیم و باور کنیم خدا محبت هست. او محبت نمی کنه، او محبت هست و تمام صفتهای تو از این ماهیت محبت توست جاری میشه. روح القدس تو بیا کمک کن به تک تک ما. دعا میکنم خداوند در این هفته هایی که جلوی ماست خداوند واقعا ما رو تک تک ما رو خطوری هدایت کنی خداوند. حتی واقعا شاید باید شکست بخوریم، شاید باید خرابکاری کنیم. زمانی هم که تو خونه هستیم خداوند اینطوری کارهای انجام میدیم که هیچ کس خجالت میکشیم کسی ما رو ببینه، فقط اونجا هم حتی بگیم که آها اینه است که تو دوست داری، اینه که تو گفتی بله باشی، تو این هستی و خودمون رو قبول کنیم. روح القدس کمک کن خداوند، کمک کن از این روح مذهبی آزاد بشیم، از این روحی که فقط ذره بین رو ور میداریم به خودمون نگاه میکنیم، من مورد محبت هستم، مورد محبت نیستم. خداوند این ذره بین رو میشکنیم در نام توی عیسی مسیح. واقعا میخواییم تو بیای روح القدس ما رو در این مسیر هدایت کنی که کلیسای تو خداوند آزاد بشه و نه فقط این، بلکه زمانی که خودمون رو قبول میکنیم بگیم واقعا میدونم منو عاشقانه دوست داری با تمام آشغالهای من، اشتباهات من، همینطور با این چشم بتونیم به دیگران نگاه کنیم، بگیم ها اینم هست، اینم خدا دوست داره، پس اگه منو اینطوری که هستم دوست داری ایشانم دوست داره، که خداوند دست از همدیگه برداریم که بتونیم خداوند همینطور با رحمت تو با همدیگه رفتار کنیم، با خودمون رفتار کنیم. ممنون هستیم خداوند، تشکر میکنیم.